تجمع‌های اعتراضی در تهران و پارس‌آباد مغان. روزنامه حکومتی ابتکار: فقر و بیکاری آتشی است که در مخزن ناملایمات اجتماعی ریخته می‌شود. فاطمی ذوالقدر عضو مجلس ارتجاع: 70 میلیون کاربر در فضای مجازی فعالیت دارند. پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال 97 در اعتراض به ابطال آزمون از طرف دیوان عدالت اداری مقابل سازمان ثبت اسناد و املاک تجمع کردند. تعدادی از سرباز معلمان بعد از سال 91 مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار در نظر گرفتن سوابق حق و تدریس خود شدند. کارگران شهرداری پارس‌آباد در استان اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. روزنامه حکومتی ابتکار با نگرانی از قیام مردم به دلیل فقر و بیکاری نوشت: فقر و بیکاری و توجیه وقایع جامعه آتشی است که در مخزن ناملایمات اجتماعی ریخته می شود و می تواند به جد مایه درد سر باشد. پر واضح است شرایط اقتصادی به هیچ وجه قابل دفاع نیست و مسببین این اوضاع را باید مورد عتاب قرار داد. ملت ایران در همین یک سال و نیم اخیر 4-5 ارزش دارایی های خود را از دست داده است. خط فقر طبقه متوسط را در خود فرو برده است و قشر مددجویان و نهادهای امدادی به شکل وحشتناکی زندگی نامطلوب و فقیرانه را تجربه می کنند. فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع اعتراف کرد کاربران فضای مجازی از تعداد 300 هزار نفر در سال 92 به تعداد 70 میلیون کاربر افزایش یافته است. وی به اقدامات سرکوبگرانه اعتراف کرد و گفت همکاری و تعامل خوب پلیس ناجا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مقابله با جرایم سایبری در نشست امروز مورد تاکید قرار گرفت. وال استریت جورنال نوشت بنا به گفته شبه نظامیان همسو با رژیم ایران، این شبه نظامیان به پالایشگاه اشعیبه یکی از بزرگترین میادی نفتی عربستان سعودی حمله کردند و موجب تشدید تنش‌ها بین رژیم ایران و رقبایش شدند. بلافاصله شرکت آرامکو در بیانیه اعلام کرد یک آتش‌سوزی در یک تأسیسات تولید گاز در اشعیبه را تحت کنترل درآورده است. این شرکت گفت هیچ مجروحی وجود نداشته و تولید این میدان که حدود 1 میلیون بشکه در روز است مختل نشده است. یک مقام نفتی سعودی و یک مدیر آرامکو این حمله را تایید کردند اما گفتند که حوثی‌ها ابعاد آن را بزرگ نمایی کردند. دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک حکم داد رژیم ایران را می توان به خاطر فعالیت‌های حوثی‌های یمن که مورد حمایت مالی و ایدئولوژیکی رژیم ایران هستند مورد حسابرسی قرار داد. بر اساس این حکم شهروندان آمریکایی که به خاطر عملیات‌های انجام شده توسط حوثی‌ها متحمل ضایعاتی شدند مشمول پرداخت غرامت هستند. این شامل خانواده‌های دو شهروند آمریکایی می‌شود که در سال 2015 توسط حوثی‌ها ربوده شدند. آنها از رژیم ایران شکایت کردند. یکی از ربوده شدگان بعد از 16 روز زیر شکنجه کشته شد.